سلام می کنم خدمت شما عزیزان، شهلا دانشور هستم. برنامه سازمانده رو خدمتتون تقدیم می کنم. در این برنامه مثل برنامه های همیشه نگار نادری از اتاق فرمان ما رو همراهی می کنم. برنامه این هفته رو هم اختصاص دادیم به پیام های ارسالی به کنگره 12 حزب کمونیست کارگری. پیام هایی که از گوشه گوشه کشور هست، از بخش های مختلف جامعه است، بیان اعتراضات کل جامعه است، کارگران، معلمان، پرستاران، بازنشستگان، زن خانه‌دار و همه بخش های مختلف. و این تنوع بسیار جالبه و به شکلی داره کنگره رو به کف خیابان و به اعتراضات مردمی در سطح جامعه وصل میکنه. از این زاویه بسیار مهمه که اونها رو به ویژه تو برنامه سازمانده بازتاب بدیم. از چند پیام شروع می کنم. اولینش پیام یک مادر هست به کنگره حزب. این مادر عزیز می نویسه: سلام، من یک مادرم، زنی مسن هستم. از وقتی بچه بودم نابرابری را درک می کردم. من ظلم ارباب ها را کشیدم. وقتی بعد از کار طاقت پرسا سهم ناچیزی از محصول به ما می رسید، اما همان هم نصیب خودمان نبود. ارباب ها با کمال پررویی همیشه شریک سفره ما بودند و ما مجبور بودیم غذایمان را برایشان بگذاریم و جای گرم خوابمان را به آنها بدهیم. من همیشه اعتراض داشتم، نمیدانستم چه کاری میتوانم بکنم. فقط تلاش میکردم به دیگران هم بفهمانم که نباید ظلم را تحمل کرد. همیشه درباره این نابرابری ها با دیگران صحبت میکردم، میگفتم چرا باید حق ما را بخورم. وقتی انقلاب شد خوشحال بودم، در تظاهرات ها شرکت میکردیم به امیدی که ریشه ظلم کنده شود، اما سهم ما همان فقر و گرفتاری و زندان شد. من از مادران دهه 60 هستم که پشت در زندان ها چه کشیدیم. زور میگفتند و گردن کلفتی میکردند. ما میدانستیم بچه های من برای دفاع از حق مظلوم زندانند و شکنجه میشه. من خیلی ها زیر شکنجه کشته شدن، خیلی ها اعدام شدن و حتی جنازه بچه ها رو تحویل مادران نمیدادن. و چه کسی از دل خون مادران خبر داشت؟ جمعه ها خاوران چه محشری بود. مادران راه های دور هر کدوم دو تا سه بچه هاشون کشته شده بودند و مادران اون دوران رو تحمل می کردن، چون می دانستن بچه ها برای هدفی زندگیشان رو گذاشتن. من سعی می کردم هم راه مادران باشم، با آنها کمک کنم تا اونجایی که از توانم برمی آید. نابودی، ظلم و نابرابری آرزوی همه بچه هاییست که شکنجه شدند و کشته شدند و مادرانی که عذاب کشیدند و داغدار شدند. ولی خسته نشدیم و امید داریم. هرچند کار زیادی از من بر نمی آید، فقط با دیگران درباره حق ما صحبت میکنم. میگم تا وقتی بترسیم حقمان رو میخورن. از این کنگره میخواهم که درست عمل کنید، با فکر باز عمل کنید تا حقمان رو از اینها بتوانیم بگیریم و به خاطر این همه ظلمی که کردن محاکمه شوند، جوابگوی این همه تلفات و عذاب کشیدن ها و جنایت هایشان باشند. این آرزوی منه. برای همه شما آرزوی موفقیت میکنم. رخسانه ریحانه. درود میگم به رخسانه ریحانه، این مادر عزیز، مادر دهشی است، مادر دادخواه. میگه من از این کاری بر نمیاد. دوست عزیز، شما با همین نامه نشون میدید که یک پارچه آتشید و شما یه اسطوره هستید. دارید راه نشون میدید، دارید جامعه رو فرا میخونه به کیفرخواست. شما مادران دادخواه، شما خانواده دادخواه در صف جلوی اعتراضات جامعه قرار دارید. تو همین مسئله انتخابات گفتید رأی من سرنگونیه. تو همین سرکوب اعتراضات مردمی در اصفهان جنبش رو انداختید. با بستن یک چشم به اعلام کردید که همبسته اید در اعتراض به شلیک گلوله‌های ساچمه‌ای به چشم تظاهر کنندگان. براستی تاریخ شما مادران، تاریخ شما خانواده های جانباختگان نوشتنیه. تاریخ
کیفرخواست این جامعه از علیه جانیان اسلامی. درود میگم به شما و تماس شما عزیزان با ما، شما مادران دادخواه، شما خانواده دادخواه، شما مردم، ارسال پیام هاتون به این کنگره به ما نیرو میده. مطمئن باشید این کنگره کنگره شما مردمه و با توجه به همه این گفته ها بهترین راهکارها رو میتونه مقابل خودش قرار بده. زنده باد به شما. پیامی هست از یکی از دوستان ما کارگر نفت به کنگره، کیان رضایی، میگه قبل از هر چیز تشکر میکنم از حزب کمونیست کارگری که همواره صدای اعتراض ما کارگران نفت را انعکاس داده و به بهترین شکلی همراه و حامی ما بوده است. از جمله موشکافانه ترین مسائل ما را دنبال کرده و به معضلات گرهی مقابل راه ما جواب داده است. از کنگره حزب کمونیست کارگری درخواست دارم که به عنوان یک قرار تصویب کند که با توجه به اهمیت و جایگاه اعتراضات در نفت به عنوان یک مرکز کلیدی کارگری، حزب برای حمایت همه جانبه از مبارزات ما کارگران نفت ادامه دهد و این کار را همچنان در لیست اولویت های خود قرار دهد. ما کارگران شاغر در مراکز نفتی که سالهای طولانی در فضای خفقانی پادگانی نفت به سر بردیم، بیشترین نیاز را به حمایت شما دوستان و انعکاس صدایمان در کانال جدید و رسانه های حس و در سطح جهانی داریم. ما در این مدت دستاورد بزرگی داشتیم و توانستیم از شرکت های پیمانی زالو صفت امتیازاتی بگیریم. ما هرچند که هنوز در ابتدا راه هستیم، ولی مسیر را پیدا کردیم و فقط به نیروی اتحاد خود تکیه داریم و باید بتوانیم صف خود را متحد نگاه داریم. من همینجا از همه همکاران نمدرس نفت و از همه کارگران میخواهم که به حزب کمونیست کارگری بپیوندن، به کنگره حزب کمونیست کارگری که به طور واقعی کنگره ما کارگران است پیام دهند، از اعتراضات و از انتظارات خود بنویسند. کنگره علنی است و میتوانیم همزمان مباحث آن را دنبال کنیم. در خاتمه من به عنوان یک کارگر نفت از حزب خود انتظار دارم که همچنان حامی ما کارگران نفت باشد و صدا و اعتراض ما را به جهانیان برساند. درود میگم به کیان رضایی. بله، ما صدای شما هستیم، صدای همه کارگران، معلمان، بازنشستگان، همه مردم هستیم و به جای درستی پیام خود رو دادید و تأکیدات بسیار درستی کردید. مبارزات شما دستاوردهای بسیاری داشته و اون ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی حاکم رو به چالش کشیده، دزدی ها و چپاول ها و ظلم و ستمی که توسط پیمانکاران در محیط های کار جاریه که بخش عظیم از محیط های کار بر این ساختار بنا شده و همینطور قوانین بردباری ویژه اقتصادی. درود میگم به شما عزیزان و صدای شما هستیم و خوشحالم که به این کنگره پیام دادید. پیام دیگری هست باز هم از دوستی از نفت، آرش برزای، میگه برگزاری کنگره 12 حزب را تبریک میگویم. من یک کارگر نفت هستم و نقش و جایگاه حزب به ویژه نقش رهبری کننده آن طریق رهنمودهای عملی و سیاست های روشن و شفاف آن و نیز به کارگیری همه جانبه تلویزیون کانال جدید در این جهت را در مبارزات من و به طور واقعی در جنبش اعتراضی کارگری با تمام وجود لمس و تجربه کردم، از جمله پوشش روتین مسائل کارگری در برنامه‌های تلویزیونی و میزه گرد هایی که بر سر موضوعات گرهی مبارزات ما کارگران نفت و جنبش کارگری برگزار میشه و پوشش خبری مبارزات ما و کل جامعه نمونه های بارزی از آن است. و ادامه میدیم که دوستان، افتخار میکنم که عضو این حزب هستم و به طور ویژه به خاطر نقش مهمی که حزب ما در انعکاس صدای اعتراض ما کارگران نفت در سطح جامعه و حتی بین المللی داشته سپاسگزارم. دوستان، ما کارگران نفت سال هاست که به خاطر وجود پیمانکاران بیرحم و چپاولگر و نداشتن کوچکترین امنیت شغلی و نیز به خاطر قوانین بردبار مناطق ویژه اقتصادی و کار در زیر شدیدترین فشارها و استثمار وحشیانه و فضای اطلاعاتی امنیتی حاکم بر مراکز نفتی جانمان به لب رسیده است. امروز همه حرف ما این است که دیگر بس است و بیش از این حاضر به قبول این تبخش و بردگی نیستیم. همانطور که همگان در جریان قرار دارند، ما کارگران سال
پر جنب و جوش و پر از اعتراض داشتیم و همکنون مراکز نفتی در تحرک و اعتراض است. کوتاه شدن دست پیمانکاران به لغو قوانین مناطق ویژه اقتصادی دو خواست کلیدی ماست. ما کارگران نفت همچنان انتظار بیشترین پشتیبانی ها را از شما عزیزان داریم. دوستان، این کنگره در شرایطی برگزار می شود که همه شواهد بر در راه بودن انقلاب دیگر در آینده نزدیک دلالت می کند. با امید اینکه کنگره مبشر پیروزی ما کارگران و کل جامعه برای رها شدن از بختک جمهوری اسلامی باشد. همینجا صحبت من با همکارانم با همه کارگران است. دوستان، حزب کمونیست کارگری حزب همه ماست. در کنگره آن شرکت کنید. بگذارید این کنگره تریبون باشد که صدای ما کارگران و ما مردم به جان آمده در ایران را هرچه رساتر انعکاس دهد. درود میگم به دوستمون آرش برزای. من هم از همگان میخوام یک روز باقی مونده به کنگره و حتما تو این کنگره شرکت بکنن و صدای خودشون رو اینجا فریاد بزنن، اعتراضشون این کنگره شماست. و همینطور مثل دوست عزیزمون کیان رضایی، از همه شما میخوام که عضو این حزب بشید. فرصت بسیار مناسبه تو این مقطع. پیام بسیار دلگرم کننده هم به کنگره است، هم به جمهوری اسلامی و جهنمی که به پا کرده. خب در اینجا ما یک کلیپی داریم از دوستی به اسم الوند. الوند که 10 سال از زندگیشو در نیروی انتظامی کار میکرده و میگه که مأمور نیروی انتظامی بوده، ضابط قضایی بوده، فرمانده یگانه بوده و بعد به دلیل اینکه حاضر به سرکوب مردم نبوده، به دلیل اینکه معترض بوده به این بساط، به این دلیل احضار میشه، زندان میشه، شکنجه میشه، به زندان نظامی کشیده میشه، به اوین کشیده میشه و بالاخره حکم انفصال از خدمتش به اون داده میشه و میگه که چطور انعکاس دهنده صدای مردم بوده در صفحات مدیای اجتماعی خودش و درود میگه به حزب کمونیست کارگری و پیام میده به این حزب. این یک نمونه ویژه‌ای هست. دقیقا اینجوره. بخشای از این نیروهای سرکوب، نیروهای انتظامی، تو این نیروها رده های پایین ترش کسانی هستن که امروز دیگه متعلق نیستن به جمهوری اسلامی. خیلی از اینها مثل این دوست ما الوند خودشون رو جدا کردن، خودشون رو کنار مردم میبینن و ما فراخانمون به سربازان که خب روشن سربازان فرزندان ما هستن و خیلیشون حاضر نیستن برن سربازی و فرار از سربازی یه جنبش شده تو جامعه ایران و تو رده های پایین تر نیروهای انتظامی تو جاهای مختلف. شما که معترض هستید، شما که در درد مردم شریک هستید، شما که خودتون حتی زندگیتون تو خطر افتاده و میبینید که چطور مثل یک مافیا عمل میکنه، حتی شما که سالها زندگی کار کردید چطور مثل یک مافیا عمل میکنه و هر جا که قبول نمیکنید با تهدید و زندان و شکنجه روبرو میشید. فاصله بگیرید از این حکومت، تا دیر نشده فاصله بگیرید از این حکومت و بیاید تو صف مردم. درود میگم به دوست عزیز الوند که به جرم دفاع از مردم و قرار گرفتن در صف مردم زیر فشار شکنجه و زندان قرار داشته و امروز به کنگره خودش پیام میده. پیام این عزیز رو با هم میشنویم. درود خدمت لیدر حزب و همه اعضای محترم. خیلی خوشحالم که برای اولین بار در جمع شما عزیزان حضور دارم. سپاس از عزیزانی که باعث شدن تا صدای من شنیده بشه. خیلی سریع و خلاصه عرض میکنم. بنده 11 سال از بهترین سالهای عمرم مأمور انتظامی این رژیم بودم، ضابط قضایی بودم، 3 سال آخر به عنوان فرمانده یگان خدمت کردم. افتخار میکنم که تمام این سالها فقط از حق مظلوم دفاع کردم و وارد بازیهای کثیف این رژیم نشدم. از همون اول مخالف این رژیم بودم. در اواخر خدمتم توی صفحه شخصیم پست‌های حمایت‌آمیز از مبارزان راه آزادی میهن، شهدای آبان 98 و هواپیمای اوکراینی می‌ذاشتم، ولی از اونجایی که به واسطه شغلم حتی زندگی شخصی ما زیر ذره بین بود، چندین بار تذکر و تهدید دریافت کردم و در آخر با تماسی از من خواستن که به حراست مراجعه کنم که اهمیت ندادم و حتی سر کارم نرفتم.
متاسفانه بعد از چندین روز چندین مأمور اطلاعات به منزل من حمله کردند که بماند چه به سر من اومد، و امیدوارم روزی این فرصت فراهم بشه تا از آنچه بر من و خانوادم گذشت بتونم کامل توضیح بدم، تا عزیزان از ماهیت پلید این رژیم آگاه بشن که واقعا این جلادا روی داعش و طالبان رو سفید کردن. خلاصه من رو بعد از هفته ها شکنجه منتقل کردم به زندان نظامی و از اونجا به زندان اوین و حکم انفصال خدمتم رو زدن. با اینکه پدر یک فرزندم با کلی آرزوی زیبا برای آیندهش، ولی دست از مبارزه بر نداشتم و حاضرم بهای آزادی میهنم باشم، چرا که معتقدم در آینده فرزندم به من افتخار میکنه. به قول مادر شهید زنده یاد ابراهیم کتابدار، همه ما یه جون به خدا بدهکاریم. پس حالا که دچار مرگ تدریجی شدیم، بمیر به عزت نمون به ذلت. زنده باد حزب کمونیست کارگری، به امید آزادی ایران بدرود. پیام الوند عزیز رو شنیدید. این پیام ها به طور واقعی کیفر خواست شما مردم علیه بیش از 40 سال جنایت و سرکوب جمهوری اسلامی و بساط جهنمی که به پا کرده. اما اجازه بدید پیام یک مادر دادخواه، یک نفر از خانواده های جانباختگان راه آزادی دهه 60 رو اینجا ما برای شما بخونیم. دوست عزیز ر به این اسم امضا کرده. متاسفانه تو این شرایط عزیزان ما با اسم خودشون امضا نمی کنن، بعضن هم امضا می کنن، ولی دیر نیست اون روزی که با اسم و رسم خودشون بیان و پرچم آزادی خواهی رو به دست بگیرن. با فریاد جمهوری اسلامی نابود باید گردد. پیام اینجور شروع میشه. پیام به کنگره 12 حزب کمونیست کارگری. من از خانواده جانباختگان راه آزادی دهه 60 هستم. من صدای رسای جنبش دادخواهی هستم. از جمله من صدای همه خانواده های جانباختگان در دهه 60، در آبان 98، در جریان شلیک به هواپیمای اوکراینی هستم. من از جمله فعالین جنبش دادخواهی هستم که وقتی مسحکه انتخاباتشان را برپا کردند، فریاد زدم و گفتم رأی من سرنگونی است. من به دستگیری ها و آزار و شکنجه زندانیان در زندان و همراه با آن شکنجه خانواده های این عزیزان اعتراض دارم. من به سرکوب حکومت در جریان خیزش مردمی در خوزستان و ادامه بازداشت شماری از دستگیر شدگان معترضم. من همین امروز در حمایت از کشاورزان و خیزش مردمی در اصفهان به سرکوبگری های وحشیانه حکومت به شلیک ساچمه ای به چشم معترضین و در این میان نابینا شدن شماری از مردم و حتی جانباختن عزیزانی در این اعتراض برحق معترضم و دادخواهم. من خواهان آزادی همه بازداشت شدگان در خیزش خوزستان و اصفهان و همه زندانیان سیاسی هستم. دوستان، جنبش دادخواهی به وسعت ایران است. من صدای رسا از این جنبش هستم. من میخواهم جمهوری اسلامی به خاطر همه این جنایات و سرکوبهایش در جهان به انزوا کشیده شود و از کنگره میخواهم که صدای ما خانواده های دادخواه در جهان باشد. حقیقتا درود به این عزیز ما، خانواده دادخواه، خانواده دادخواه دهشه است، خانواده دادخواه جانباختگان آبان و جانباختگان شلیک به هواپیما اوکراینی. این صدای مردم ایرانه، این صدای دادخواهی مردم ایرانه. این رو باید جهان در سطح جهان انعکاس داد و گفت جمهوری اسلامی باید از تمامی مراجع بین المللی اخراج و بایکوت بشه به همه، به خاطر همه این جنایتاش. و همین امروز این جنبش در جریانه. دادگاه هایی که شاهدش هستیم، دادگاه تریبونال آبان ما رو شاهد بودیم، دادگاه جنایتکار حمید نوری رو ما شاهد هستیم، کیفرخواست ها، دادگاه ها، محاکمات همه شروع شده. قبل از سرنگونی حکومت داره سران این حکومت دارن به محاکمه کشیده میشن و همینجور کارزار برای انزوای جهان جمهوری اسلامی. و به این خانواده عزیز و به همه خانواده های جانباختگان
به همه مردم دادخواه این رو اطمینان میدم که ما با تمام قدرت این کارزار رو به جلو میبریم و این یکی از گفتمان های مهم حزب ماست و در این کنگره هم بر سر اون حتما گفتگو و بحث خواهیم داشت. فکر میکنم چند دقیقه بیشتر باقی نمونده. بله درسته، بنابراین من فرصت دارم که یکی دیگه از این پیام ها رو اینجا جدا کنم و برای شما قرائت کنم. میبینید که چقدر این پیام ها شورانگیز هستند. دوستی هست به عنوان یک زن افغانستانی که در ایران زندگی میکنه، میگه من یک زن افغان هستم که یک ساله بودم و به همراه خانواده به کشور ایران پناهنده شدیم. حال سال هاست در این کشور زندگی میکنم، زندگی که چه بگویم، زندگی که از بسیاری از آزادی ها، از امکانات و حقی که باید داشته باشم محروم هستم. اگه درسی بخوانیم و ادامه تحصیل دهیم به خاطر اتباع بودن در رشته تحصیلی که علاقه داریم نمیتوانیم ادامه تحصیل بدهیم. یه زن تا وقتی که ازدواج نکند و متأهل نباشد و یا کارت اقامت و پاسپورت نداشته باشد، حتی از گرفتن گواهی نامه رانندگی محروم است. حق داشتن خانه و ماشین نیز نداریم. خودم پس از سالها زندگی در ایران اقامت ندارم و با هزار مشکل روبرو هستم. نه حق بیمه و نه حق گرفتن حتی یک سیم کارت، نه حق کار در ادارات و دفاتر دولتی و حتی خصوصی. تنها کاری که یک زن مهاجر میتواند انجام داد تا لقمه نان به خانه بیاورد خیاطی، آرایشگری، نظافت منازل دیگران و یا دست فروشی است. به چه جرمی باید با ما این گونه رفتار شود؟ به جرم اینکه پناه آورده این از جنگ خونریزی انتحاری، فقر و بیکاری و گرسنگی به کشور همسایه پناه آوردیم تا فرزندانمون با این همه جنگ و کشت و کشتار روبرو نشوند، اما وقتی که میبینم باز هم تبعیض نژادی باعث شده که با مشکلات دیگر روبرو بشویم، قلبم به درد میآید. من از بینندگان کانال جدید هستم و از این طریق شما را پیدا کردم. حق شهروندی برای ما در ایران با حاکمیت جمهوری اسلامی یک رویاست و این حق تنها در یک دنیای بهتر محقق می شود. دنیایی که انسان ها از همه هویت های قومی و ملی و نژادی رها شده باشند و تنها هویت انسانی ملاک هر شهروند باشد. ما با امید دنیای بهتر برای خود و نسل آینده تلاش می کنیم تا دنیای بدون مرز، دنیای بدون تبعیض، دنیای برابر بدون هیچ اختلاف طبقاتی به وجود بیاوریم. انسان و انسانیت مرز نمی شناسد. شعله پایدار، چه پیام پرمحتوایی. دقیقا انسان و انسانیت مرز نمی شناسد و ما تلاش میکنیم جامعه‌ای بسازیم که شاخص اون انسانیت باشه، که اختیار انسانها به انسانها بازگرده. دنیای بدون مرز، دنیای بدون تبعیض، دنیای بدون برابر، بدون هیچ گونه اختلاف طبقاتی، یک جامعه سوسیالیستی. زنده باد میگم به شعله پایدار که صدای هزاران نفری هست که به جرم اینکه افغانستانی هستن یا در ایران پناه آوردن این زندگیشونه و دردها و مسائلشون پیوسته با همه مردمه. به همین دلیلی که اینها رو مردم حمایت میکنن و بارها حمایت کردن. زنده باد به شما عزیزان. تصور میکنم وقت برنامه ما پایان گرفته. پیام ها بسیاره، تو برنامه های مختلف اونها رو دنبال خواهیم کرد و درود میکنم به شما عزیزان که چنین گرم و پرشور به استقبال کنگره خودتون، کنگره 12 حزب کمونیست کارگری رفتید. وقت برنامه به پایان رسیده. برای همه شما عزیزان شبها و روزهای خوشی رو آرزو دارم.